همراه هستیم با مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از پاریس. بسیار خوش آمدید آقای گلپور. و به نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات برجام گفته که سه کشور اروپایی با وجود گزارش آژانس در مورد پاسخگو نبودن ایران به سوالها، این بار هم قطعنامه‌ای به شورای حکام نمیدن. چرا این تصمیم گرفته شده؟ تصمیم گرفته شده ولی مهم نیست. به درستی به همون شکلی که شما، با سلام به شما و هموطنان عزیزم، به همون شکلی که به درستی شما توضیح دادین، این نشست فصلی آژانس و آژانس صاحب نه تنها شورای حکام خوده که تحت سیطره این سه کشور نیستن، بلکه آژانس به مدیر مسئول خودش که داره به صورت خیلی روشن امروز اعلام میکنه میزان ذخایر اورانیوم های غنی شده در ایران در سطح اون میزانی که کشورهای که دارن خودشون رو برای ساختن بمب آماده میکنن رسیده. خب مسلمه که این فرد بسیار متاثر از این مسئله و به لحاظ حقوقی آقای گروسی از دوشنبه همچنین موقعی که به مسئله ایران برمیگردن، چون این نشست باید اجازه بده به تمام شورای، به تمام دولت‌هایی که عضو این شورای حکام هستن به صورت خیلی دقیق، منطقی و حقوقی ببینن تمام دلایل الزام آور بین‌المللی رو که شورا با خودش هم میکنه در پرونده ایران هم میشه موافق بود که مسائل داره خوب جلو میره. اما مشکلات چند شکل و چند وجه داره. یکی اینکه مجلس جمهوری اسلامی مسئله رابطه حقوقی خودش رو با آژانس روشن نکرده. مجلس یک مصوبه رو گذرونده که دولت آقای روحانی رو موظف کردن که اگر تمام تهدیدها توی مدت زمانی محدود از بین نرفت، میباید ذخایر اورانیوم حتی بیشتر قبضت پیدا کنه. خب این اصلا بحث حقوقی نیست، یه بحث سیاسیه. آقای روحانی هم بحث حقوقی با آژانس تا به کنون نکردن. آقای روحانی بیشتر با کشورهایی که امضا کننده برجام بودن گفتن چون آمریکا رفته بیرون ما هم به خودمون اجازه میدیم اورانیوم بیشتری غنی کنیم، اما اگر آمریکا برگشت ما نیز برمیگردیم. به همین سادگی، نه بیشتر. بله. درباره توافق برجام آقای عراقچی گفتن که الان موضوع بر سر تنظیمات اجرایی لغو تحریم ها و راستی آزمایی اونها هست. بنابراین آیا مشکل اصلی هنوز بر سر این هست اینکه چه کسی گام اول رو برداره؟ مشکل اساسی خانم شیرازی در اینه که ما میبایست بین مسائل حقوقی و تضمین‌های حقوقی که نوشته میشن و زورآزمایی‌های مطبوعاتی و اعلان موازی که آقای اولیانوف یا آقای عراقچی یا آمریکایی‌ها یا اروپایی انجام میدن تمایز قائل شید. تمام موازی که تا بکنون گرفته شده موازی مطبوعاتی هم و هیچ گونه در چارچوب اون به اصطلاح مفادی که میبایست این تفاهم نامه جدید رو به وجود بیاره جایی نداره. بنابراین دوشنبه آژانس کار خوش از سر میگیره. به همین خاطر این مذاکرات دوره پنجم به چند روز بعد افتاد و این نشون میده که خود مذاکره کنندگان برجام تحت تاثیر آژانس که شورای حکام چه خواهد گفت هستن و نیز موقعی که دوباره از سر گرفته میشه مذاکرات به جای زورآزمایی لغوی میبایست دلایل حقوقی مشخص برای نوشتن مفاهیمی که هنوز بعد از 5 هفته ما انتظارش رو میکشیم بود. سپاسگزارم از شما مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از پاریس با ما.